آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با اشاره به تغییرات اقلیمی تاکید کرد که بالا آمدن سطح دریاها جهان را با فاجعه‌ای غیرقابل تصور روبرو می کند. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می بینیم. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست رهبران انجمن جزایر اقیانوس آرام در تونگا هشدار داد که بالا آمدن سطح دریاها جهان را با فاجعه ای غیر قابل تصور روبرو می کند و خواستار اقدامات فوری برای مقابله با آن شد. این بحران که به گفته آنتونیو گوترش کاملا توسط بشریت ایجاد شده است، نیازمند پاسخی جهانی است تا از فاجعه ای غیر قابل تصور جلوگیری کند. گوترش با اشاره به تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر جزایر کوچک اقیانوس آرام که تنها 0.2% گازهای گلخانه جهان را تولید می کنند، تأکید کرد که این مناطق بیشترین آسیب را از افزایش سطح دریاها می بینند. به گزارش سازمان جهانی هواشناسی، بخش عمده ای از بالا آمدن سطح دریاها ناشی از ذوب صفحات یخ در قطب جنوب و گرینلند و گرم شدن آب اقیانوس هاست. گوترش در سخنان خود با تاکید بر این که اقیانوس در حال طغیان است، خاطر نشان کرد که سطح دریا در ساحل پایتخت تونگا، نوکالوفا از سال 1990 تا 2020 21 سانتی متر افزایش یافته که 2 برابر میانگین جهانی است. وضعیت مشابهی نیز در کشورهای جزیره‌ای ساموا و فیجی مشاهده شده که به ترتیب 31 و 29 سانتی متر افزایش سطح دریا داشتند. این بالا آمدن سطح دریا که به سرعت ادامه دارد، نه تنها زندگی مردم این مناطق را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به تهدیدی جدی برای اقتصادهای وابسته به گردشگری و ماهیگیری تبدیل شده است. سلس ساولو، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی، در نوکالوفا به خبرنگاران گفت به دلیل افزایش سطح دریا، اقیانوس از یک دوست دیرینه به یک تهدید روبه رشد تبدیل شده است. همزمان با این نشست، صدها دانش آموز و فعال محیط زیست چند بلوک آن طرف‌تر برای عدالت آب و هوایی تجمع کردند. یکی از معترضان در گفتگو با خبرنگاران حاضر در محل تأکید کرد که ترک جزایر نباید به عنوان راه حل دیده شود. همچنین اس جفرس ویلیامز، دانشمند بازنشسته از سازمان زمینشناسی ایالات متحده، تأیید کرد که گزارش‌های سطح دریا به درستی نشان دهنده وضعیت فعلی هستند. او افزود ذوب یخ‌ها در قاره جنوب گان و گرینلند در 3 تا 4 دهه گذشته به دلیل نرخ بالای گرمایش در قطب‌ها به شدت تسریع شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین بر لزوم افزایش تلاش‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و پایان دادن به استفاده از سوخت‌های فسیلی تأکید کرد. او همچنین از کشورهای ثروتمند خواست تا به کشورهای کمتر توسعه یافته کمک کنند تا با این بحران مقابله کنند.